چرا ما از مرگ فرار میکنیم؟ میترسیم ولو در مسیر حق باشیم. اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن، با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه، میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میریم. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میریم، من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که کتا از او تنها باشه. میگه در زندان ما با پروردگار خود خلوت میکنم، من را تبعید بکنین در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کرده میتونه؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه، از ما از روز جزا نمیترسه. به معنای از این نیست که غافل است از حساب کتاب الله، نه، برش آمادگی دارن. جالب از اصحاب رسول من از طرف پرسان میکنن که قیامت چه وقت است. این گویایی که اونا منتظرن، پیامبر ازشان پرسان میکنن چی آماده کردی برش، مالی که یوم الدین چی برش آماده کردی. گپ جالب میگه، میگه اعمال ندارم بر الله پیامبر را دوست دارم. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و پیدار. ما از این نعمت ها محرومیم، به یاد ما نمیایه. از نعمت محبت الله محروم شدن، از همه این نعمت ها محروم شدن است. گاهی وقتا باید به خود فکر کنیم که در قلب ما محبت الله پیامبر وجود داره. او محبت الله پیامبر باعث شده بیای از پیامبر وقوع قیامت پرسان بکنه. عجیب است، قیامتی که در قرآن کریم خیلی خطرناک معرفی شده، خیلی خطرناک، که همه ی هستی بلرزه میای. این از امو پرسان میکنه چه به قیامت میای رسول الله؟ چرا تو از این پرسان میکنی؟ محبت الله در قلب من است. انسانی که محبت الله در قلبی باشه، در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع هست. ما این حالت نداریم، از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقع نجات در روز قیامت را داریم، توقع رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمان های ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادت های ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست، خود دیندارم فکر میکنیم چی چیزه داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟ چرا از روز جزا غافلیم؟ چرا ما را دنیا در خود غرق کرده؟ چرا این کلمات بسیار عظیم الله قلبهای ما را بیدار نمی کنه؟ هر روز 5 بار در مقابل الله قرار می گیریم. تنها در نماز پیشین 10 بار تکرار می کنیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. هیچ پس باید قدر یک گپ را بدانیم، از الله فرار نکنیم، به طرف الله باز بگردیم، قیامت را فراموش نکنیم. این مفاهیم در ذهن ما وقت زنده بود، الله را خارشانه عبادت میکنیم، از عبادت الله خود لذت میبریم، و او عبادت باز میتونه ما را به مسیر هدایت استقامت بده، میتونه ما را از منکرات و از بدی ها دور بکنه.